مادر ما رفتم بمدرسة؟ علي رم كتب صدقو. علي مدرسة نواخشو. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شطورة استعيشة جا. الحمد لله. تين تين. وي مادر. علي چي كدي؟ مادر رفتم مدرسة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. اتياد كوني بچه اندارا. بچشم مادر پیشو جان که اتما مدرسه میری حلف بیره باید یاد بتیم های که نمیری تاشو از بایس کلم سرم نوخت کدی میو دل پر غفلتم را تو بدل کن الهی دل بدل کن دل بدل کن الهی دل بدل کن دل بدل کن اگرچه پر گناهم دل بدل کن دل پر غفلتم را تو بدل کن دعایم است فقط با نام هایت دعایم است فقط با نام علیکم و رحمت الله و برکاته علیکم السلام و رحمت الله و برکاته چطور هستین شاگردا خوب هستم علی جان چطور هستی الحمدلله خوب هستی انشاءالله بله بسم الله الرحمن الرحیم درس اول ما را شروع میکنیم که درس اول ما و شما که در عقیده خود معنای کلمه عقیده هست کلمه عقیده از عقد گرفته شده که عقد به معنای چی است؟ به معنای بستن یا گره کردن دو چیز استعمال میشه و عقیده اسلامی را چرا عقیده میگن؟ به خاطر از این که کسی که عقیده را بخونه باز قلب از این به الله چی میباشه؟ بسته میباشه یعنی همیشه در زبانش نام الله می باشه در قلبش محبت الله می باشه حکم از این چی است که ما مثلا عقیده را یک کس می خوانه حکمش چی است اینه علمای اسلام میگن که حکم عقیده خواندن فرض عین است یعنی یک انسان باید عقیده را یاد داشته باشه به اساس چی را میگن فرض عین است به خاطر که در آیات قرآن آمده که فعلم انه لا اله الا الله الله سبحانه و تعالی میگه که فعلم بدان ای کسی که تو مثلا مسلمان هستی و ادعا میکنی که من مسلمان هستم ای آیت 19 سوره محمد است ای آیت شریف میگه که فعلم پس بدان علم حاصل کن انه یقینا که لا اله نیست هیچ کسی که مستحق ازی باشه که ذاتش عبادت شوه و شریعتش تطبیق شوه فهمیدین الا الله بغیر از الله نیست هیچ کسی باید کلمه مستحق بگوین نیست هیچ کسی مستحق ای که ذاتش عبادت شوه و شریعتش تطبیق شوه الا الله بغیر از الله پس از این آیت شریف معلوم میشه که آموختن علم عقیده که است چی است بالای هر زن و مرد و پسر و دختر و طفل و کلان مسلمان چی است؟ فرض عین است. باید انسان اولین علمی که یاد میگیره کدام علم است؟ عقیده است. به این اساس چرا مقام و منزلت عقیده بسیار بلند است؟ چرا؟ هر علم به اساس معلوماتی که میده مقام و منزلتش هم معلوم میکنه. چرا مقام و منزلت علم عقیده بیشتر است؟ به خاطر از اینکه در دیگه علوم که است موضوعاتش مختلف است مثلا موضوع انجینری یا انجینری برق است موضوعش برق است یا انجینری ساختمانی است موضوعش مثلا ساختمان است یا مثلا طب است موضوعش انسان است و امراض انسان است اما در عقیده که است موضوعش چی است موضوع عقیده وحدانیت الله است صفات الله است صفات کسی که ما را خلق کرده و عبادت از او را بیان میکنه پس علم عقیده شریفترین علوم است چرا؟ به خاطر از این که
ای علم موضوعش چی است؟ ذات و صفات الله هست و موضوعش مسائل ایمانیات است. آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و اليوم الاخره و القدر خیره و شره من الله تعالی و البعث بعد الموت.